حسابی مواظب باش، اون کوسه خیلی خطرناکه. با این خوراکی حواسشو پرت کن. بیا برات خوردنی آوردم. آماده ی تزریق سرم. خیلی گشنمه. بعدن تو رو با یه لقمه غذا تاخت میزنم. این چیه؟ جونم تا دیگه چه میخوای؟ بازم از این خوردنی های خوشمزه داری؟ گرشنمه و از من با چاک جیخیر. اسمم رونالده، رانی صدام کن. از آشنایی با شما خوشبختم آقای آلفا صفر ده. دیگه منو با این اسم صدا نکن، فهمستی؟ اسم من ترویه. این یادت باشه، پس مونده خواهد. دوش نیار آقای تروی، حالا نگیری ما رو یه لقمه چپ بکنی. اینجا رو گوش کن، پایه یکم از خوردنیاتو با این نصاب بازی که تو خوردینم دارم تاخ بزنی، چون جون میده واسه وقت گذروندن. تو هم که چیزی که زیاد داری وقتی. من فقط یه چیز میخوام، اینکه از اینجا بیام بیرون. زدی تو خال، نظر داجا بگه دست کلید مکش مرگ ما چیه؟ اینو تو خرابه ها پیدا کردم، نمیدونم آدم ها چرا انداخته بودنش دور. دست کلید؟ آره داداشم، درست فهمیدی. اگه یکم دیگه از اون خوراکی ها به من بدی، این دست کلید مال شما. انگار من تو رو منفهم است چیز کنی. چرا فهمیدم، شما اهل چک و چونه زدن نیستین، ولی حداقل در مقابل یه چیزی بدی تا معامله کنین. همین که چونتو نمیگیرم بس نی. اینم حرفیه. بفرما. دعا کن یادم بمونه بعدا نخورم. آخ جون، غذا، خوراکی، وفور، آخ جون. جان من از اینا دوست دارم، از اینا هم دوست دارم، تو هم دوست دارم. وقتشم تقامم و اون ماهی فسخولی نارنجی بگیرم. وقتشم که برگردم به ریف. تهمه کوسه قسمت دوم، نجات ریف. سرپرست گویندگان محمد رضا سولتی، ناظر کیفی دوبلاژ مهرداد رئیسی، مترجم سیاوش شهبازی. کمک، به دادم برسی. الان میاد، الان هممونو میخوره. ای وای وای خدا، چی کار کنم؟ ببین، خواهش میکنم منو نخور، هر کاری بگی میکنم، فقط لطفاً از خیر من بگذر. باشه، قبوله. باشه، نمیخورمت، ولی بذار تا دیر وقت بیدار بمونم. اگه تا دیر وقت بیدار بمونی، مامانت کله هر دومونو میکنه. تو خیلی بامزه ای بابا. بامزه؟ دوست دارم ببینم وقتی دارم میخورمت هم همین نظر رو داری. عمرن بتونی از گلوله متراکم من فرار کنی. وای. راستی بابا، کی میخوای این چیزا رو بهم یاد بدی؟ یادت بدم که بازم دردسر درست کنی؟ به همین خیال باش. مک، سلام پول. سلام. میشه یه نگاه به اون بالا بندازی؟ هرچی شما بفرمایید قربان. سلام خاله. اوه، نوه عزیز من چطوره ها؟ خاله پرهل، من بچه خواهرزادتونم، نوه‌تون نیستم. بس با هم دیگه فامیلی. بریم جونیور. سلام، صبح بخیر. بس اینجایی؟ عمو دیلان، کجا میریم؟ خب داریم یه سر میریم سینما، فیلم آرواره های آخرین کوسه خسته رو نشون میدن. میگن کلی جایزه برده. چه بودیم هست. میشه منم برم؟ خواهش 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 خواهش.
مگه قول بدی یه عالم ذرت دریایی بخوری قبوله؟ جانم تو چی رفیق، تو نمیای؟ نه باید برم خونه، امروز سطح آب میاد پایین. به کردلیا قول دادم بریم با هم تماشا کنیم. هر تو راحتی. خوش بگذره. آی سلام خانم. سلام ماهی نارنجی. تشریف میاری؟ جانم برو دشتی، رایه های 1500 گونه مختلف از ماهی های ساکن ریفمه. این معنیش اینه که 1500 مزدک مختلف ماهی وجود دارنه. خب دیگه من رفع زحمت میکنم، انتقام خوبی داشته باشید آقای تروی. قربون شما، خدا بهتون. کجا با این اجمله تو من با من میای؟ یار زندگیم افتاد، اصلا منو میخوای چی کار؟ احساس میکنم به دردم میخوری. سلام برو بکی جرای، ببینم واقعا خودت چی؟ فکر کردیم نفله شدی. نه داشتم یخ مسته راحت میکردم تا برگردم و رفیق قدممون پای انتقام حسابی بگیرم. شما هم بابا هستین دیگه. هره بابا هره هستیم. خوبه، واقعا ازت ممنونم که نرفتی سینما. این روزا خیلی کم تو رو میبینم پای. چیکار کنم؟ خب باید مواظب ریف باشم. اوه یادم رفته بود که شما قهرمان ریف هستی. میدونی همه ماهی ها امیدشون به توه. از وقتی که شر ترویو کم کردی و نشون دادی ماهی های کوچیکم میتونن شجاع باشن اینطور شد. میخوای بگی من کوچیکم؟ میخواستم بگم تو شجاعی. خطر، مراقب باشید، توجه کنید، همه مراقب باشون. چی؟ من باید برم. آی سجاب خیلی پایینه، نمیتونیم بریم جلوتر. ببینم الان باید چیکار کنیم. چرا آیه؟ صبور باشین بچه. پای با تو هم پای خودتون رو شون بده بازمه. پای کجا هم بله کجا هم بگردم. پای کجا پایو پیدا کنیم. تروی برگشته؟ چی به سرش اومده؟ چرا اینقدر گنده شده؟ باورم نمیشه که اون برگشته. نگران نباش کردلیا، نمیذارم اینجا زیاد بمونه. سب کن ببینم پا، نکنه میخوای باز دوباره با اون در بیفتی. من قبلا یه بار اونو شکست دادم، پس بازم میتونم این کارو بکنم. اگه تنها بود شاید، اما اونا الان چهار تن. همین الان سه تا کوسه دیگر رو دیدم که باها شنا می کردن. بگو هزار تا جرأت دارن بیان جلو تا نشونشون بدم. نه احمقا عجله می کنن. یه فرد دانا قبل از حمله برنامه ریزی می کنه. حالا وقت این کار نیست. من با تروی حرف می زنم. وقت که چه کیف می بده تراش. پای کجاست لکمه؟ برگرد برو، از جون ما چی میخوای؟ اون جیغیلو تحملم بده تا بقیاتونو تناول نکنم. شاید الان جاتون ام باشه، اما تو چهارو دیگه آب اونقدر میاد بالا که ما میتونیم اینجا نقل مکان کنیم به اونجا. خوب گوش کن پیری، من فقط دنبال پای نیستم. این دفعه میخوام همه تونو یه لغمه یه چف بکنم. فعلا میریم، ولی وقتی برگردیم این ماهی ها آرزو میکنن ای کاش تو آکواریوم به دوم نامده بودن نه تو دریا. نفهمیدم چی شده؟ چه خاکی به سرمون شد؟ کنه بود داره اون کلبونو میکنه. والا چرا گفته چهار روز؟ به خاطر مد آب. تو این چهار روز آب دریا در بالاترین سطح ارتفاع قرار میگیره و تروی و نوچهاش میتونن از بالای دیواره بگذرن و از هر طرف به ما حمله کنن. هیچ کدوم از ما در امان نیست. آی من میدونم چی کار کنیم. چه کنیم؟ جمع کنیم و از ریف بیاریم. چی؟ بریم؟ مثلا کجا بریم؟ دریای آزاد؟ اونجا یه هفته هم دووم نمیاریم. آره راست میگه، کوسه داره، خطرناکه، دووم نمیاریم.
باید یه فکر دیگه ای بکنی. من که فکر دیگه ای به ذهنم نمرسه. به نظر تو باید چی کار کنم؟ چی کار میتونن بکنن؟ باید خودم از پسش بر بیام، درست مثل دفعه قبل. اعتماد به نفس زیادی مثل آب میمونه، اگه زیاد بخوری رودل میکنی. چی داری میگی؟ این ماهی رو من حساب باز کردن، منم ناامیدشون نمیکنم. این بار نمیتونی تنها با تروی در بیافتی. ریف به یه رهبر نیاز داره که به بقیه ماهی یاد بده چطور با هم دیگه از صخره دفاع کنن. مرسیا، من همه اونا رو دوست دارم، ولی نگاهشون کن. اونا به درد جنگیدن با کوسه میخورن؟ مگه تو به درد میخوردی؟ من بهت یاد دادم، تو الان رهبر این صخره ای پاک، اونا به تو ایمان دارن، پس تو هم به اونا ایمان داشته باش. رفقا گوش کنید، ببینید پای اومد. خواستم بگم ما نمیتونیم همینجوری ریفا ول کنیم به امون خدا. اینجا خونه ماست، پس با کمک هم میتونیم ازش دفاع کنیم. آره میتونیم. بله میتونیم. فقط به یه نقشه نیاز داریم. آره نقشه، 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 نقشه داره. خیلی خب بگو ما باز چیکار کنیم. بله و ما خب من یادتون میدم که چطوری از صخره دفاع کنیم. من که خودم اینو میدونستم. ولی به چند تا داوطلب نیاز داریم. ما هستیم. آره منم هستم. منم هم. رو منم حساب کنیم. عجله نکن مردی جوون. منم هستم پای. خیلی خوب، وقتشه که کوسه ها رو نفله کنیم. آموزشی که قراره ببینیم اصلا ساده نیست، ولی وقتی کارمون تموم بشه شما دیگه ماهیای ساده نیستی، جنگجوهای دریا هستین. ولی یادت باشه گلوله متراکم و یادمون بدی با باره های خشم آمادگی نبرد حیات این تو هم دخنیندی. خیلی ممنون دیلان، تو که تنهایی همه را کشتی پسر. اینو بدونین قبل از اینکه بتونین از قدرت های دریا بر علیه دشمن ها استفاده کنین باید یه سری مهارت های ابتدایی یاد بگیرین. خب اول با میدان موانع شروع میکنیم. دنبالم بیاین. بری گلو چقدر بحوله تصفایی داره. هل دول بود همینطور بیای. آمدان این دست با جلو بیای. یادتون باشه مفهوم میدان موانع دوری کردن از موانع، نه اینکه خودتون تبدیل به مانع بشین. یکم بیشتر دقت کنین. اون جلو قرار پای به بقیه آموزش بده. کی میخواد پوزش بده؟ آموزش بده یعنی چی؟ من بهتون آموزش بدم؟ ببینم چرا شما ستا نرفتین آموزش ببینی. ای بابا ما آموزش میخوایم چیکار کنیم ها؟ راست میگه، ما بدون آموزش هم میتونیم پوزشو بزنیم. تو جاهای عمیق دریا کوسه ها قدرتشون خیلی بیشتر از بقیه است، ولی یه جاهایی هست که میشه بهشون غالب شد. حالا بیاین تا نشونتون بدم. یوهو! ماهی که مثل کبوتر پرواز نمی کنه. اولین کسی که برسه به پای برج مسابقه رو میبره. من شکست نمیخورم. این سر و صدا ها چیه؟ باید تلاش زیادی بکنن. همینطورم پای تروی از این اطلاعات بدش نمیاد. اینه که ما لازمه میکنه جای ترزیق اصلی دومینه های تقویت شده است تا سوز و ساخت پروتئین رو افزایش بده تا چربی بیشتری بسوخه. دعاشتون متاق بارس متماکل جانوریه. اون یکی جای چیه؟ خب چیزمه؟ این جای جای زخم تو حادثمه. یعنی حادثه گازت گرفته؟ اصلا به شما چه دخلی داره که این جای چیپسه؟ واس چی فوزموله میکنین؟ چخبر آماره پای دوستاشو جمع کرده؟
داره اونا رو برای نبرد آموزش میده. چرا؟ فکر کنم مایا میخوان مبارزه کنن. باز اطمان جلوی این کارمشون رو بگیری. رانه جونم آقای تروی، طالبم قایمکی بری بری، باز نذاری پای به باقی ماهی ها آموزمش بده. خب اونا که نمیذارن یک کوسه وارد ریف بشه، بذار ببینم چی کار کنم. آهان، باید یه جوری تغییر قیافه بدم. آهان، همین خوبه. چطوره؟ خوبه؟ تو هم مخمت خوب کار میکنه فهم. به نظرت چطوره که من جلوی پایو بگیرم، در عوضش شما ولم کنیم برم خونه؟ باشمه، قبول نه. ای که قربون معرفت آقای تروی. حالا برو با سکا نامدم نکنی، وگرنه میمخورمت. کمک کنید، بزادم بلکید. کمک، کمک کنید. من میرم ببینم چه خبره. مواظب باش. کمک زود باش از اینجا، برو گنده بک. ببین که اومده به میمونی. جوجه کفاف دریایی خودمون. آهای تروی، تو میدونی چی هستی؟ یه گنده بک که فقط بلده حرف بزن. آگه چیکمنشو داری به اینجا حرف بزن. نه، اون داره سعی میکنه تحریکت کنه. باشه، پشت همون دفالای سانکت قایم شو. بالاخره به چند کم میافتی که اون موقع میمخونم. ممنونم آقایون، گفتم دیگه کارم تمومه. نگران نباش، اینجا جات پیش ما امن خوشتی. متشکرم، شما ها خیلی مهربونی. خوش کن ببین آقا معلم چی میگه. من که ساکتم. انگار اینجا تمرین میکنن. حالا که تمرینات پایه‌ای رو گذروندین، وقتشه درباره گلوله متراکم آبی آموزش ببینین. برای یادگیری اون به سه چیز نیاز دارید: تمرکز، تمرکز و تمرکز. حالا نوبت شماست. کارت بد نبود دوست من، ولی امیدوارم نقشی به پشتیبان داشته باشی. با پسر خاله من چی کار داری؟ پسر خاله دردش گرفتی؟ ولش کن، حالش خوبه. چه؟ فقط میخواستم کمک کنم. زود باشین دیگه بچه ها، یه کمی بیشتر تلاش کنین. اینجا شده شبیه یه مهد کودک. اینا بیشتر اهل خوشگذرونیه. عالی بود، فکر کنم بهتره بری تو شیر کار کنی. من دو نگاه کنی. کجایی؟ ای بابا، گوش کنین دوستان، اتفاقی که اونجا افتاد دوباره نباید هرگز تکرار بشه. شماها باید سخت‌تر کار کنین، باید تمرکز کنین، اگه نه قبل از کوسه ها خودتون خودتون رو میکشین. ما سعیمون رو میکنیم ولی خیلی سخته. چطوره یه کار دیگه بکنیم؟ آره، یه کاری به غیر از آموزش. درست میگی، باید شرایط اینجا رو عوض کنیم. از حالا به بعد سخت‌تر تمرین میکنیم. ناامید نشین، باید حسابی تلاش کنیم، وگرنه همگی ریفو از دست میدیم. چی به سر شماها اومده آخه؟ ما فقط خسته شدیم. آره. ما مثل تو نیستیم پای، ما جنگجو نیستیم. درسته، ولی میتونین جنگجو بشین. فقط کافیه حسابی تمرین کنین و هیچ وقت ناامید نشین.
تمرین آره، ناامیدی هرگز. تمرین آره، ناامیدی هرگز. با من تکرار کنین. تمرین آره، ناامیدی هرگز. خوبه، بگین. درسته. یه شعر کوچولو بخونن همه مشکلاتشون حل میشه. شاید لازم باشه یه شعر دیگه بخونن آقای پای. چی؟ به عنوان مثال یه آواز هیجانی. هیجانی؟ آره. شما ها منو نمیشناسین. من کسی هم که از قلاب ماهگیری هنرمند میشناسم. شما ها چه جای خود دارین؟ مثلا این رفیقمون میتونه یه ترومپت زن حرفه‌ای بشه. همین شما توانایی‌های خاصی دارین و من مطمئنم با یه مقدار تمرین هنرمندای خیلی بزرگی میشین. من اینو به همتون قول میدم. حالا قراره این هنرمندا برای کی اجرا کنن؟ برای تروی قبل از اینکه بخورتشون؟ در تمام دنیا فقط یه چیزه که حتی کوسه ها ازش وحشت دارن. شما میدونین اون چیه؟ آدم ها. آدم ها؟ احساس میکنم که شام شده چهال تا. گفتی آدم ها؟ دقیقا. خب ریف رو تصور کنین با یه عالم قواش یا یه عالم توریست، دانشمند ها، زیرشناس های دریایی یا هر کسی دیگه ای. اگه اینطوری بشه این ناحیه تغییر شکل پیدا میکنه، میشه یه منطقه خاص و این یعنی شکار بی شکار، کوسه بی کوسه. حالا منظور منو فهمیدی؟ ولی چجوری اون همه آدم رو بکشونیم اینجا؟ راست میگه جفاف بده. با اجرای نمایش. تو از چه نمایشی داری حرف میزنی؟ یه نمایش ویژه، یه جشنواره واقعی واسه یه هنرمندای دریایی. نمایش اسبکای دریایی و دلقک ماهی های خندان به همراه ماهی های قران. و برای پایان نمایش یه اجرای خوشمزه از دو فرشته ماهی. خوشمزه؟ خوشمزه یعنی خب یعنی اجرای دلچسب. میفهمی حرفات چقدر مسخره است؟ نمایش اجرا کنیم تا آدم ها بیان از ما در مقابل کوسه ها محافظت کنن؟ امکان نداره بشه سه روز این کارو تمومش کرد. نقشات با عقل جور در نمیاد. بگو ببینم تو نظر بهتری داری. آره، مثل من جنگجو بشین. فقط کافیه سخت تمرین کنین و هیچ وقت تسلیم نشین. ما مثل تو نیستیم رفیق. دیدی که آموزش چطوری پیش رفت؟ من یه خرچنگم، نه یه جنگجو. آره راست میگه. بس کنین رفقا. متاسفم پای، من دیگه نمیتونم. وای با شما. خسته شدیم. ما میخوایم جشن بلند رو برگزار کنیم. عالیه. خیلی خوب، همین الان تست میگیریم تو سالن آمفی‌تئاتر. همه تو میتونیم بیان. نگران نباش رئیس، ما هنوز باهاتیم. آره تا ما رو داری غم نره. آخه ما سه نفر چی کار میتونیم بکنیم؟ اشتباه میکنی بابا، ما چهار نفریم. منم با شما میمونم. خوبه. خب پس که گفتی قرار من یه جشنواره دریایی برگزار کنه، درست مه؟ چرا آدم رو باز بیان اینجا؟ خب نکته دقیقا همینجاست. آها خب گفتی اگه جلوی تمرین رو بگیرم میذاری برم خونه؟ خب گوشم تو واکن آقرانی، تو با نمایشمت ماهیا رو سرگرم نگه دار که پای فرکی به سرش نزنه. منم سعی میکنم نخمورمت. فعلا بدرو. پای الان تنها مونده. من حتی کوردلیارم قانع کردم که برای نمایش تست بده. آره کوردلیا یه نقش خوب بهش بده. وقتی اوضاع مناسب دیدی بکشش کنار. نمیخوام وقتی دارم رفا با خاک یکسان میکنم به صورت اتفاقی بلا ملایی سر کردلیا بیه. میدونی چیه؟ باید ضد آفتاب به صورتت بزنی، پوستت بس شده. اینطور پس تو هم میخوای تست بدی؟ اینقدر تکون نخور. همه میتونن برن، حتی خودتون. میدونی راستش من اصلا به اون ماهی فوکولی هیچ اعتمادی ندارم. هر جور راحتی. ببینم به نظر تو اصلا نقشش احمقانه نیست؟ اوه چرا، داد زدن سر دوستاتو زدنشون با گلوله های آبی عاقلانه است، یادم رفته بود. گوش کن، دفاع از ریف کار منه، پس بذار خودم شر ترویو کم کنم. نه پای، این دعوای مسخره بین تو و تروی به زمانی برمیگرده که سعی کردی منو از دستش نجات بدی و حالا تمام ریف در خطر افتاده. من میخوام یه کاری بکنم، میخوام از اینجا محافظت کنم. کوردلیا، تروی اون بیرونه و میخواد به تو صدمه بزنه. قول بده هیچ وقت از اینجا بیرون نری. نگران نباش پای، بهت قول میدم. ممنونم. اگه کلاه از سر بیفته شوهرت مقصره ها. آه
آفرین به خاله پرل خودم. خب من سج را تو دوست داشتم. چه اجرای شگفت انگیزی. به نظر من شما آینده درخشانی داری. من میگم آره. آخ جون من یه ستاره میشم. پس من چی؟ من که یه ستاره هستم. بعدی من استعداد خاصی ندارم. همه یه استعدادی دارن. دودو چه کاری سرشته داری؟ من میتونم با دماغم حباب درست کنم، اما نه به خوبی اون. حالم به هم خورد. دیدی؟ تو میتونی استعداد بقیه رو شناسایی کنی، پس تو میتونی دستیار اجرایی من بشی. نظر چیه؟ واقعا عالیه. خیلی خوب دوستان، فقط ما موندیم. آخرین خط دفاعی شهر ریف، ما چند نفر در مقابل کوسه ها. حرفی ندارین؟ من یه حرف دارم و اونم اینه که ما با یه نقشه نیاز داریم. آره، از کجا باید بخریم؟ نقشه رو نمیخورن، میکشن. آو مثل نقاشی فهمیده. آی بابا بابا زد باش بابا کشونی. من اینجا گیر افتادم، کمک. بروف فهمیدم، ما باید یه تله کوسه بسازیم طوری که ترایو جوری پرد کنه که دیگه هیچ وقت بر نگرده اینجا. گفتی تله برای کوسه؟ بابا ایول. یعنی میشه؟ باید سعی کنیم، به شرطی که این خرابکاری نکنه. حالا خوب گوش کنین، نمیشه تا ابد از دست ترای خلاص شد. فقط چند تا چیزه که میخوام جور کنین و بیاین دنبال. هم جذاب هم بامزه. خوشم اومد. بودن یا نبودن، این است پرسش. مثال یک جوراب بودن، این است مشکل. وای کارت حرف نداشت، عالی بود. حالا یک، حالا دو، حالا سه. داری چی کار میکنی؟ وای سره. خوبه نه چیزه، ما تو رو تو مرحله بعد میبینیم کوردلیا. آخیش من میرم دنبال بابام بگم. باشه برو، بعد میبینمت. که گفته من خیلی خشن نیستم. ره ای بابا چرا ول نمیکنی؟ حالا من یه چیزی گفتم. خب واسه همچین حرفی زدی ها؟ موجودات خوب خشن نیستن، موجودات بد خشن هستن، و الان چون ما جزو موجودات خوب هستیم باید سعی کنیم که دیگه خشن نباشیم. میشیم بینیم بابا تو هم قاطی داری. این برای تلهی که میخوام عالیه. بکش بکش دیگه، خورده زور بزن. داره به همین کارو میکنه. هرچی خواستم آوردین؟ آره، ولی چطوری میخوای تلتو بسازی ها؟ بالاخره میبینی، بیاین کمکم کنیم. هی اینجا رو، این گیره حرف نداره. سلام بابا. سلام جونیور، تو اینجا چی کار میکنی؟ داشتم دنبال شما میگشتم، دارین چی کار میکنی؟ من یه راز نمتونیم به کسی بگیم، فقط نیروهای ویژه میدونن. منم با شما، یادتون رفته؟ ببخشید پسرم، این کار مال بزرگتر است. ولی میتونی ببینی. ممنونم. بذار کمک کنم. بدشتم بابا. نه به اون دست نزن. گرفتم. شنیدم کمک نیاز داری. آره از این طرف. داره میرسیم رفقا، فقط یه ذره مونده. سب کنیم منم کمک کنم. داره
فکر میکنم کور شدم، آخه هیچ جا رو نمیبینم. کور نشده، کلت رفته تو شنا، بیعقلم. خراب کردم. بهت که گفتم این کار بزرگتراست. برو خونه پسرم، اینجا خطرناکه، اینجا که زمین بازی نیست. باشه چشم. و حالا برای اختتامیه. زود باشی شکل قلب رو تشکیل بدین. کوردلیا، ببخشید. ای خدا، خیلی خوب، حالا یه بار دیگه انجامش بدیم. بچه ها برو بالا، برامون آواز بخون. منم بابا، چشام این تو نمیبینه. یه فکری دارم، باید دهنشو باز کنم. ممنون که چراغا رو روشن کردی. ای رانی گوش کن رفیق، به نظرت ممکنه که منم تو نمایش شرکت کنم؟ خوبه چیزه، میدونم من زیادی چاقم. تو چاق؟ نه تو اتفاقا ابهت داری. اینا راست میگه، ابهتش منو کشته. او پای، اومدی تمرینامو ببینی؟ واقعا که خیلی خوب بودی رانی، همه رو تشویق کرده. تا حالا اینقدر تو ریف هیجان ندیده بودم. آره اصلا انگار نه انگار که کوسه ها میخوان حمله کنن، هیجان انگیزه. اومدی تست بدی؟ آره، اجازه میدی به جای نقش قاتل تو تست بدم؟ خیلی بامزه بود، ولی ما یه کمدین خیلی خوب داریم. برات یه خبرایی دارم، ماهی پولک صورتی، تو ستاره نمایش ما خواهی بود. من؟ آه بس کن، واقعا این همون حقه قدیمیه که به همه میگه معروفت میکنم. آه چطوری تشکر کنم؟ خب میتونی بگی ممنونم رانی. ممنونم رانی. خواهش میکنم. زود باشیم بچه ها، وقت خیلی کمه، کوشه ها دارن میان. راستی رانی، اگه واقعا میخوای آدم ها رو بکشونی به ریف، چرا کسی کشیک نمیده ها؟ راجب چی حرف میزنی؟ راجب کشیک دادن، یه کسی که نگهبانی بده، چه میدونم مثلا نگهبانی بده ببینه قایقا میان یا نه. میدونی که قایق چیه؟ همون چیزای گنده شناور که آدم ها توش میشینن و میان توی دریا. راست میگه، چرا ما کشیک نداریم؟ حالا منظورتو فهمیدم. محض اطلاعات باید بگم که داریم. بادی تو چرا سر پشتت نیستی پسر؟ خب چیزه ها؟ بهت که گفتم اونجا باشو، ببین کشتی چیزی رد میشه یا نه. حالا زود باش برو، بودو زود باش. ولی مگه تو نگفتی من آواز بخونم؟ آره. خب بسی، ولی هر وقت کشتی دیدی بزن برو ببینم، زود باش. راشه. حالا راضی شدی؟ تا وقتی اون نیشه باز تو میبینم راضی نمیشم. تو چشم از تو بگتره که انگار امنه. خیلی خوب بریم. گفتی یه جشنواره برای هنرمندای دریا؟ آره، بدتر از همه این که کوردلیا هم خیلی علاقه من شده. باورم نمیشه که اونم فریب نقشه مسخره رانی رو خورده باشه. شاید اون چیزی ارائه داده که تو ندادی. دندون گنده و موهای عجیب غریب؟ نه، یه فرصت که همه خودشونو ثابت کنن. ببین من سعی کردم که تمرینشون بدم همون جور که تو گفتی. من گفتم جوری تمرینشون بده که خودشون بهترین بشن، نه مثل تو. وقتشه که تو یه رهبر بزرگ بشی، دیگه تو استاد اونایی، نه من. میدونستم که توی این کار تنهام. تو تنها نیستی. ببین نیروی دریا همیشه در کنارت هست، اما در شکل‌های مختلف، مثل یک جریان آروم که شجاعتو بهت یاد میده، یا یه اژدهای دریایی بزرگ که همه چیزو غارت میکنه. اگه یه اژدهای دریایی هم داشتیم بد نبوده.
احضار قدرتمندترین موجود دریا بدون خطر نیست. فرمان دادن به اژدها یک فرد لایق میطلبه. خیلی ها تلاش کردن ولی همه مفقود شدن. عالی شد. پس فقط من موندم و یه تله کوسه شکسته و دوتا شاگرد بی ارزه. یه رهبر واقعی خوب میتونه که هر کس میتونه یه نقش مهم ایفا کنه. آره، مثلا نقش شما احضار اون اژدها نیست؟ تا حالا به این فکر کردی؟ همیشه. من به نرسیا نیازی ندارم، خودم از پسش برمیام. من اژدهای دریایی خودم رو دارم همینجا. فقط باید درست بشه. حدس می زدم اینجا باشی بابا. جونیور اون گیره رو برام بیار. تو میتونی، نیروی دریا تو وجود تو هست، فقط لازمه که تمرکز کنی. من میتونم. کارت عالی بود پسر. امیدوارم بتونیم تله رو درست کنیم. فقط همون کاری که بهت گفتم رو بکن بچه. با من درست صحبت کن. اینطور تله یه کوسه. سلام بچه ها، اومدیم که تله رو درست کنیم. اون دیگه درست شده. آره، من و بابام درستش کردیم. جدی؟ نه بابا، واقعا جای تشویق داریم. من فقط ازتون میخوام مراقب باشین که کسی وارد غار نشه. باشه؟ باشه. راستی اصلا به گیره قرمز دست نزنین وگرنه همه چیز یهو میپاکه. من به چیزی دست نمیزنم اصلا. گیره قرمز میپاکه. خوب چشاتو واکن باشه. ممنونم که تو درست کردن تله کمک کردی جونیور. اگه تو نبودی ممکن بود پرتاب بشم یه جایی اون طرف کره ما. گفتم که کمک میکنم. آره راست میگی، گفتی. ببخشید که فکر کردم هنوز خیلی کوچیکی. خب هر کسی به درد یه کاری میخوره مگه نه؟ پس از هر کسی کاری برمیاد. آره فکر کنم حق با پسرمه. پای دو نفر به عنوان نگهبان گذاشته. اون تلمه کوسه واسه که تلاشای مسخره پای واسه نجات به ماهی ها باشمه. پسی میخوای برم اون تو یه سرگوشی آب بدم؟ نه دلم خواد بری اون تو با نابودمش بکنی. ولی آقای التروی پای و بچه یه کچولو سلسابی رو اون کار کردن، نمیشه فقط یه کمی از کار بندازمی. تو طرف دارم کی هستمی؟ حالا برو نابودمش کن قبل اینکه من نابود بدنکبردم. و یادت نره قرار به من واسه تارمگه نمایش به تمان هنگ کنی. میدونی که کیا میگه؟ سلام اسپار دو نیبیا جانه. شما نخمال ها اینجا چیکو میکنی؟ میخوام بدونم اون سفره ماهی خوری که آوازش همه جا پیچیده کجا پهن شده؟ با رسمم ماهی خورمی پس فردامی آقازینت. پس خیلی خوش میگذره. آره خوش میگذره. کسی همه داره دنباله ترسم. کسی
میلم به بقیه بگم ملاشم رو شلوک کنید بلم بین خودمون باشه والی چی؟ کلا نباید بهشون امید علکی بدیم والی امید علکی؟ آره چیز خیلی بدیه همین دایناسورا رو کش این کارو میکنیم فردا صبح لباسا رو امتحان میکنیم بعد آدم ها رو دعوت میکنیم بیان نمایش رو ببینن بعد همه نجات پیدا میکنیم فهمیدی به همین راحتی باشه خیلی خوب دوستان عزیز امروز آخرین روزیه که تمرین میکنیم اما سن آماده نیست نقش اول مردم نداریم برای تکمیل سن به یک گیره نیاز داریم هر که گیره رو پیدا کنه نقش اول رو میگیره جانمی نقش اول بگوشم رسیده توی قاری که همه نزدیکیاش یه گیره خوب مخفی شده دیلان میخوای تو هم بازی کنی؟ آره برو دنبالش هی شما منتظر چی هستین؟ بری دنباله هم بشین گیره رو پیدا کنی حالا بعد از من تکرار کن کارت خوب بود تو بهترین هستی ماشالله کارت خوب بود تو بد جوری داری رو اعصابم راه میری ماشالله نقش اول بول منه دردم اومد های از اونجا بیای بیرون میدم اونجا فوق سری پیداش کردم من گیره رو پیدا کردم حالا نقشو میدم به من واقعا حالا باش چیکار کنیم به نظر تو میشه قبل از اومدن پای خودمون یه جوری درستش کنیم نه فرق نکنم چی؟ چه خبر شده؟ لطفا صحنه رو آماده کنی نور به حرکت بفرمایید وسط و برنامه رو شروع کنیم Left, right, kick and spin. نه 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 فکر کردی این آدم ها میان به نجات یه مش آماتور کار نابلد؟ بهمون یه فرصت بده رانی آره بذار دوباره تلاش کنیم باشه یه بار دیگه از اول عالیه نه الان وقت استراحته نه ببخشید هنوز در حال تمرین هستی برو کنار نگهبانای غار گفتن که شما تله کوسه منو از بین بردین تله کوسه؟ چی داره میشه؟ تله کوسه دیگه چیه ها؟ هی اون گیره مال منه دیلان پیداش کرد اگه من بودم خیلی بهتر از اون بازی میکردم چطور تونستی به هم خیانت کنی پسر خاله؟ میدونی من حسابی بابت طلب متاسفم ولی رانی ازم اون خواست یه گیره پیدا کنیم و کاری که اون خواست رو کردی؟ چطوری به این جونور اعتماد میکنی؟ آه بایسته ببینم من چی میدونستم تو یه تله کوسه درست کردی؟ تو با اون نقشه مسخرت که آدم ها رو برای نجاتمون بیاری به اینجا تروی هر لحظه ممکنه به اینجا حمله کنه تا الان که هیچ آدمی ندیدم تو دیری بگو خوبه براتون یه خبری دارم یه کشتی نزدیکی اینجا لنگر انداخته همین دیشب پاره شد لاش میگه با سه تا چشم خودم دیدم حالا دیدی داداش نقشه مسخره من داره عملی میشه آره راست میگه داره عملی میشه دیگه از دروغات خسته شدم برگرد به همون جایی که ازش اومدی تو حتی اهل اینجا هم نیستی خب از این موضوع چی میفهمی؟ که اون یه متقلبه و یه جاسوس تله کوسه خراب کنه اوه جدن؟ خب من اینو میفهمم که هر لحظه میتونه از اینجا بره و یه خونه بهتر پیدا کنه یه خونه امن‌تر ولی نمیره چون به ما ایمان داره دقیقا به همون چیزی که هستی درست برعکس تو راست میگه عزیزم زیادی به اونا فشار آوردی همین اونا رو پس زد باش شریک تمومش کن
اگه ما رو با هم ببینن خطرناکه. آره واسه یه تو کاردالیه رو برام میارنی همینجا همین طرف مه دفاع درست هنگام نه غروب مه آفتاب وگرنه دوره فعالیت هنرنیت با تراش مده به پایان میرسه. امیدوارم تو آب جون شنا کنی. نرسیا خونه ای؟ نرسیا کجاست؟ تموم این سالها چیزی که میخواستم و در اختیارم گذاشتی. امروز راهی برام نمونده جز این که بزرگترین درخواست ممکنه ازت داشته باشم. فقط امیدوارم لیاقت کمکتو داشته باشن. دریا رانی عزیزم، من تو این لباس خنده دار شدم. خنده دار؟ تو یه شیرمایی هستی خانم، یکی از سمیترین و خطرناکترین موجودات دریایی در کل دنیا. حواست باشه من مسموم بشو نیستم. آدم عاشق اینجور چیزا مطمئن با. خیلی خوب بریم استراحت کنیم. چطوری که نمویش من چطوره؟ آه رانی، فکر نکنم بتونم نقش رو اجرا کنم. حس میکنم یه اسبابی گنده. من تا حالا اسبابی با استعداد زیاد دیدم. بهتر نقش رو بده به یکی از همونا. مطمئنم که از من بهترن. تموم حرکات سخت و غلط انجام میدن. ای بابا کوردلیا، اینجوری آدم رو به همون بیمحلی میکنن. کوسه ها دوستامون رو میخورن و آخرشم شهر ریف از بین میره. من مطمئنم. من هیچ وقت نمیذارم اونجوری بشه. اونقدر روی نقشت کار میکنیم تا بتونی عالی انجامش بدی. واقعا؟ آره، من یه جای خوب برای تمرین میشناسم که میتونی اونجا تمرکز کنی. دم غروب میریم اونجا بعد از تمرین امروز. ممنونم رانی. قابلی نداره. آی از دیدارنت خوش نموده. خیلی خوب، یه هدیه برات دارم، بگیرش. چی؟ چرا اینطوری شد؟ بازم ماشاچله مخمای. نه، میخوام بسکتبال بازی کنم. حالا بیا جلو کوسه خوش قیافه، بیا جلو چون میخوام شوتت کنم. یوهو، بیا گرگم به هوا. یا گوسفنده. فردا شهر رفت ما نابود میکنیم، فهمرستن؟ میخواییم بتمر کنیم، اطمینانن منظمه یه دیتانیه. حیف که تو نیستی. چه خبر شده؟ اینم یه چی شد؟ پای کجا رفت؟ من چمشو چاله اون ماهی و نارنجی رو در میارم. حالا بریم، من یه قرار مموم هندر. رسیدیم. اوکی، تو فالو مای لید. این وان، این تو، این سپین. ناو وی کانتر؟ Thanks so much for helping me, Ronnie. We all appreciate what you've done for us. Thanks. When all of this is over, we really hope you'll make this your new home. And don't worry about Pi. He'll come around. Great. Let's try the finale. Here we go. دیدی چه اتفاقی افتاد؟ ما از ریف خارج شدیم، باید برگردیم. کجا برگردیم؟ اگه الکیه؟ تروی؟ سلام دخمله، پولک صورتی. میبینم که قبلا با این رفیق کوسه‌ای ما آشنا شدی. کی رانی؟ تروی؟ رانی که یه کوسه؟ پا؟ چرا؟
چطور تونستی؟ چیزه؟ دروغگو، ما بهت اعتماد کرد. میتونم توضیح بدم؟ بده، بگو چطور آزادمم کردی؟ که تلمه پایو خراب کردی؟ که همه ما یاروای نشقه مخصر سرگرم کردی؟ که مثلا از دست ما نجاتشون بدی؟ واسه که بهشون امید بدی و بعد نابود مش کنی؟ اونم با خیانتان. آره تو هیچ وقت یه برگزار کننده جشنواره هنری نبودی؟ بودی؟ نه، نبودم. و تو؟ همون زمانی که پای تو رو شکست داد و مرواریدش رو به هم داد و منم قبول کردم، باید اینو میفهمیدی که من خیلی از تو متنفرم. تراش اینو که من همون روز اول میدونستم پول مک صورتی. حالا میخوام یه کار دیگه کنم، میخوام برو باید برم کن. کجا؟ بذار برم. کارمت بدک نبود رانی، منم به عهدم وفات میکنم و ولمت میکنم. حالا تا نظرمم تعویض نشد و اکلا چشم دور شد. او نه 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 نه، چه اشتباهی کردم. تو این مبارزم با ترای رسمن گل کاشتم نه؟ شانس آوردی که به موقع رسیدم. این سردرد تو آروم میکنه. فردا صبح اونا میخوان به ریف حمله کنن، امکان نداره بتونم به موقع تله رو آماده کنم. من خراب کردم نرسیا. امیدوارم نقشه رانی کار کنه. بلم کنید بچه ازم. ها؟ گفتم بلم کنید. درسته ما مهربون شدیم ولی نه دیگه اونقدر. من یارو داشت دوربر ریف جاسوسی میکرد. آره. جاسوسی نمیکردم، تمام شب داشتم دنبال تو میگشتم. من شما رو میشناسم. خب میدونستم. بابا یه دقیقه به حرفم گوش کن، صبور باش. الان صبوری و حالیت میکنم. گوش کن چی میخوام بگم. بذار حرف بزنم. خیلی خوب، چی میگی؟ تروی کوردریا رو دزدید. چی گفتی؟ تروی مجبورم کرد که کمکش کنم. من مثل تو نیستم، نمیتونم جلوش وایستم. میدونم بهونه خوبی نیست ولی دیگه هیچ بهونه ای ندارم. همه ی اینا تقصیر منه. کاشکی اون منو به جای کوردلیا می برد. هر کمکی از دستم بر بیاد می کنم، قول میدم. چطور بهت اعتماد کنم؟ اینا همش تقصیر منه. میخوام همه چی رو درست کنم. نه، تقصیر خودمه. ای کاش منم یه رهبر واقعی بودم و ماهیا رو درک می کردم مثل تو. اونجوری به اینجاها نمی کشید. هر دو طرف یه اشتباهاتی رو مرتکب شدن. ولی اینو باید از تو پرسید پای. با چیزی که یاد گرفتی چی کار میکنی؟ میدونی رانی، همه میتونن یه نقش مؤثر داشته باشن. حتی تو. میدونی کوردلیا رو کجا بردن؟ میتونی روی اطلاعاتم حساب کنی. آماده ای کمکم کنی کوردلیا رو آزاد کنم؟ بله قربان، آمادم آقای پای. بسیار خوب، بریم آزادش کنیم. وقتش هممون نقشمون رو بازی کنیم. چی گفتی؟ کوردلیا رو دزدیدن؟ رانی یه کوسه؟ من باورم نمیشه. خواهش میکنم گوش کنین، به نظرم رانی لایق بخششه. اون از کارش پشیمونه. واقعا به خاطر همه چی معذرت میخوام. آمادم تو همه جوره جبران کنم. دوستان شما بهترین دوستای منین. بارو بینیم بابا. اصلا مهم نیست که چی هستی، مهم کاریه که میکنی. رانی میخواد با من به غار کوسه ها بیاد تا کوردلیا رو نجات بدی. اگه وقتی تو نبودی تروی به ما حمله کرد چی؟ کی از ریف دفاع میکنه؟ شما. من؟ گمون نکنم بتونم. نه فقط تو، همه شما. پای، چرا فکر میکنی ما میتونیم از ریف دفاع کنی؟ برای اینکه من بهتون ایمان دارم. من فکر میکردم همتون باید مثل من یه پا جنگجو باشین، ولی اشتباه بود. رانی دید که هر کدوم یه توانایی خاص داریم که با همونا نمایشو ترتیب داد. آره، پس ما با همون توانایی ها میتونیم از ریف دفاع کنیم. درسته. هر کدومتون یه کاری بلده، پس هر کدوم میتونین مؤثر باشین. آره. خیلی خوب همشهری ها، شما با من هستین؟ پس وقتشه که همه تون نقشتون رو بازی کنین.
خیلی خوب. بول بدیم یکم بیشتر از خطش برمیاد یکم دیگه بوده. بلاخره تو افتاد، خیلی سخت بودا. ببینم پیرهه کجاست؟ دست منه. مجله کن. اومدم دیگه بابا. کارت خوب بود، تو بهترینه. شما تونستی؟ عواصل باشه یهو کوسه ها بیخبر نیان. لو همه یه چشمام بلا قمت نباشه. انگار مهمونمون خیلی خوشحال نیست سرای. آره عوضمش ما خمشحالی. آره تو بچه ها تو اینجا چکمار داریم اگه بهت نگفتم کم کن. اومدم بهت هشدار بدم آدم ها با قفصاشون دارن میان اینجا. چی؟ چرا داسم از سرمون فار نمیدونم؟ نمیدونم از آدم ها متنفرم. دست بردار و اسمتون به میمونمون باشه، بقمیتونم دنبال به من بیار. رانی بهنمون نشون میده که اون آدم ها کجا هستن. مطمئن باش آقای تروی. آفرین، سرشونو گرم کن تا من کوردلیا رو نجات بدم. ببینم این یارو پای که میگن چه جور جونوریه؟ یه جور پیرانای وحشی چیزی؟ آره نباس گوشت خار باشه. اگه گوشت خار باشه چی کار کنیم ها؟ چیه؟ کیه؟ چی بود؟ ای تو اینجا باش، من میرم کله پاش کنم. بیا بیرون کوچولو، نمیتونی فرار کنی. دمیا تو دیگه یه ماهی مرده ای. بیا دنبالم، برگرد اینجا. اینجا رو داشته با. بذار بیا بیرون. همونطور که بهتون گفتم یه کشتی پر از آدم، قفص تو مال همین کشتیه بود. هیچکی حق نداره منو زندونی کنه. با سری حرکت کنید، بقیه رو جمع کنید تا بریم. نه چیزه، نمیخوای بفهمی چی تو سر این آدم هاست؟ فلسط نریم، آب اومده بال ما. دلم میخواد زودتر برم رفمون رو عبود کنم. ولی باید از اینجا درت بیارم. اینجوری فایده نداره. عقب وایسا. باش. بینا صدای چی بود؟ اینجا چه خبره؟ این عقب هیچ خبری نیست آقای اسپارت، فقط کوردلیای بی حواس خورد به دیوار قفسش. عجله کن. درست ما که خیلی زشت و ضعیف و نلبه‌ای، ولی واقعا تو وف ما دارید هیچ شم کنی. ای چه خبره اونجا؟ کوردلیا بی جم رفیق فرار کن. پای ما بگیرین. باز همه کار رو خودم انجام بدم. برو. تموم شد، دزد باشین، بگیرینشون. وایسین ببینم گنده بکنی بچه.
ای بابا بکشون ور. نمی کشم. چرا؟ دیگه وقتش روپای خودتون وایسین، اینقدر نظر این ترایی بهتون دستور بده. چه؟ فوز ملفظ ملقه. باز وقتی که میدونستی میرفت میپیمه کارمن. راستی اینجا عجب جای باحالیه. هی میدونستی این توی پیانو داری؟ کوسه‌ها دارن میان، همه برن سر جاهاشون. مواظب باشین هر کی بره سر جای خودش. زود باشین بجنبین. خیلی خوب دیگه، موقعشه. تروی داره میاد. همتون میدونین چی کار باید بکنین. شما طبق نقشه شر بقیه کوسه ها رو کم کنین، منم با تله کوسه تروی رو گیر میندازم. ما که رفتی. اینجا رو ببین، آب اومده با علما. مدت هاست انتظار این لحظه آمد. هی، تا بقیه اهل محل کجا؟ فرار کردن، مردنیه. خونه خاطبشون رو ولد کردن و رفتن. بیاییم ببینیم چیزی جا نزاشتن، شاید به خاطرش دوباره ولد کردن. بخشین، وقت خوراکه. اونم چه خوراکیه؟ اشتهاک بزرگ دریا، زمانش رسیده تا بزرگترین درخواست ما از تو داشته باشم. نه برای خودم، بلکه برای دوستانم. اگر من شکست بخورم اونا عذاب میکشن. تصمیم گرفتم بیام اون پایین پیش تو، چون که بالاخره میخوام بیدارت کنم. اشتهای بزرگ دریا تو را احضار میکنم. حالم به هم قرده. حالا اومد داد، بگیر که اومد. نوش جان بیا منو بخور تا جونت دراد. ای به خاک به سرم. حالا جون کی قراره در بیاد؟ بس کن گوشم کر شد. من واقعا یه ستارم. هی این دیالوگ منه. های گونده هی بگی بجو مکس بوی چشمام. بگی که اومد هورا به افتخار خودم. سلام، کجای مای کچولو نباشا میگیرم چپ کن یکی نمیدونه دستم. بلاخره که میگیرم. جون جواب داد. یانشو ببینم کوسه ای با قد و قامت شما اینجا چی کار میکنی؟ خب عرض سلام، منم از شما همین سوال مدارم سرکل خالو. عجب باله های قدرتمندی داری. این نظر من لطم شما، میخوای واسه تون فیگ مول میک میرمم هرو؟ چه؟ Ah!
موفق شدی. عالی بود رفیق. وای آفرین بچه ها. بیا 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 کردی اومدی بریم. آره صدا تو ببرد. چه عجب خودتا نشان ندیدی. باس مهمونی ها شروع کنی. نه چرا قاطی کردی؟ عقب نشینی، عقب نشینی میکنم. آقا کسه من باید بیا تو. من که بهت گفتم هیچ وقت اجازه نداری بیای تو خونه من. برو بیرون برو. خوابای خوش میبینی؟ بیا منو بگیر دیگه. انگار خودم باید یه خلاقیت به خرج بدم. از اینجا به بعد با من. آیا بگی باشه. هکتور جانه. کمک. چی؟ کی بود؟ دله. بریم بریم. عجب گیری افتادیم ها. حالا نوبت منه که نشونتون بدم. مسکنش خواهی بزرگمت خراب شد. حالا وقت خوراکه. این ماهی میتونه پیش قضا حساب بشه. دیگه چیه؟ آدم ها اشتب نکن. این یه چیز دیگه هست. نرسیاس سوار اژدهای دریاییه. تراش ریفو ترک کن تا زنده بمونی. نخه ریفت کمال به منه. این توی که باس بره لکه جو. هر جور تو بخوای. اون لک باشته رو بگیرینش. چی شد؟ اگه همه هزممون رو شام بکنیم از پس ممون بر نمیاد. مرسی تو موفق شدی. اعتراف میکنم که حس خیلی خوبی دارم. چطور میرفت مگه قدیم بی انگار لکمت قلمنج کرده. مرسی. حالت خوبه؟ بیا منو بگیر.
باید خودمو برسونم به تو. یه وقت عقب نمونی. باز من نخور باش به سرتو. چیزی نمونی. الان میرسی. این دیگه چپس پا یکی دکمه از همون تلمه های خوشمالته. او نه، خواهش میکنم منو نخور کوسه گنده دیوونه زشت بد قواره. وای 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 چی؟ میخوان کل خانواده رو یه جا بخمولم؟ من که مشملی ندارم. به این میگن یه دستگیری واقعی. جایران چپسه. خیلی خوب، بیاین با هم دیگه انجامش بدیم. یاره چپس کار میکنید. بابا. You did it. We did it. That's right, Junior. به حق چیزایی ندیده کوس ماهی پرنده. یه مارده مشکون. این دیگه چیه؟ ما رفتیم. هیش خدافیش. لطفاً برین عقب وایسین بچه ها، خطرناکه. نه جون مادرتو، دوباره ترسیخ نکنی. بیاین پای میخواد صحبت کنه. به همتون تبریک میگم دوستان، واقعاً کارتون عالی بود. با کمک شما تونستیم ریفو نجات بدیم. بابا اون کوسا که عددی نبوده. قلبوله دهنت گل گفتی. به تبریک میگم پای، تو فرمانده بزرگی هستی. مرسی، تو جونتو به خاطر ما به خطر انداختی. آره ممنون. خودت گفتی، اینم نقش من بود دیگه. خب بگیم ببینم همه تمرین کردن. زود باشین وقت نمایشه. بیاین 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 شروع کنید.